سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. مطابق درخواست شما عزیزان میخوایم تو این جلسه از آموزش 0 تا 100 کلید مینیاتوری رو بهتون بگم، یعنی هر چیزی که نیاز از کلید مینیاتوری شما بدونید و خیلی از مطالبشم جایی پیدا نمیکنید من تو این جلسه بهتون میگم. فقط قبلش بهتون بگم که 56 جلسه قبلی رو اگر ندیدین حتما حتما بعد از اینکه این جلسه رو دیدین برید 56 جلسه قبلی رو ببینید، چون آموزش های ما مثل زنجیر به همدیگه وابسته هستش و اگه یه جلسه رو نبینید ممکنه جلسه بعدی ابهامی براتون به وجود بیاد. کانال ما مستر برقی هستش و حتما سعی بکنید که کانال های مستر برقی و فنی تیوبرز رو دنبال بکنید، چون آموزش های کاربردی از صنعت برق، تأسیسات و موتورخونه رو بهتون آموزش میدیم. هر آموزش هم دوست داشتین تو قسمت کامنت ها برام بذارید تا انشالله آموزش رو براتون بذارم. آقا کلید مینیاتوری چرا ما اصلا بهش کلید نمیگیم؟ کلید میگیم، بهش فیوز نمیگیم. چرا ما بهش فیوز مینیاتوری نمیگیم؟ بهش میگیم کلید مینیاتوری. خودتون دیدین بعضی جاها بهش میگن فیوز. آقا فیوز درسته یا کلید؟ ما اول یه تعریفی داشته باشیم. خب پس چی میشه؟ تفاوت فیوز و کلید اول اینو بگیم، درسته؟ بدونیم دیگه فرق فیوز و کلید چیه دیگه. آقا فیوز وسیله‌ای است که بعد از قطع کردن مدار قابل استفاده نیست. ببین چی گفتم، مثل فیوز فشنگی. فیوز فشنگی است، هر موقع عمل کرد مثل فیوز شیشه ای، هر موقع مدار رو قطع کرد با بنزیش دور بری یه فیوز دیگه بخری برداری بیاری، پس یه بار مصرفن. یعنی اگر سوخت مثل چی؟ مثل فیوز شیشه ای. مثل فیوز، آقا درست شد؟ خب حالا میریم کجا؟ میریم سراغ کلید، کلید مینیاتوری. آقا کلید مینیاتوری چیه؟ کلید مینیاتوری یک بار مصرف نبوده و بعد از قطع مدار میتوان مجددا آن را وصل کرد. یعنی کلید مینیاتوری که مدار تا قطع کرد یه بار دیگه زبونش بده بالا، مدارت وصل میشه، هیچ مشکلی هم وجود نداره، عمرش هم خیلی بیشتر هستش و هم به عنوان کلید میتونی ازش استفاده بکنی هم به عنوان فیوز. به خاطر همین اسمش رو گذاشتن کلید مینیاتوری. پس چی میگیم؟ پس هم فیوزه و هم چیه؟ کلید. به خاطر همین بهش میگن کلید. پس اسم درستش کلید مینیاتوری هست نه فیوز. درست شد این از این. خب حالا تفاوتش چیه که گفتیم دیگه فیوز مینیاتوری غلط است، اینم کلید مینیاتوری درسته. تفاوتش هم که الان بهتون گفتیم. خب حالا میخوام بگم کلید مینیاتوری. کلید مینیاتوری دوستان اینجا براتون می‌نویسم. اینجا کلیدهای مینیاتوری بر اساس اینکه تعداد فازش چند فاز باشه و یا چند پول باشه به چند قسمت تقسیم میشه. یکی یک پول داره، اینو دو پول داره، یه دونه سه پول داره و یه نمونه داره چهار پول. دوستان فور پول. خب یک پول چی هست؟ فقط فاز رو ساپورت میکنه، یعنی فقط در مسیر سینه فاز قرار میگیره. اینجوری فاز نول هم اینجاست، یعنی تو مسیر نول دیگه قرار نمیگیره. یه دونه تکی هستش که تو خوناتون همه داخل کلید مینیاتوری، تابلو مینیاتوری تو داری. دو پول چی جوریه؟ دو پول دوستان پای کنترل استفاده میشه، دو تا فاز نول با هم دیگه میره بالا. اینجوریه، این اگر فاز باشه، این اگر نول، اینجوریه به این شکل. سر راه هر دوتا قرار میگیره، مثل کجا؟ مثل پای کنترل. سپول کجاست؟ پس این میشه فاز نول، این یه پول میشه فقط فاز،
سپول کجاست؟ سفاز. سفاز بدون نون. اینجوری است دوستان، نگاه کنید اینجا من براتون میکشم، اینجا نگاه کنید، یه فاز، دو فاز، سه فاز، اینجوری. البته باید به این شکل بکشم، به روش درست بکشم، عوض میخوام اینجوری. اینجا همیشه یه دونه سپول هم بغلش مینویسه، سپول. این هم کلید مینیاتوری به این شکل L1, L2, L3. خب یعنی سه تا فاز میره داخلش، سه تا فاز با هم دیگه قطع و وصل میکنه. اگه یه فازم اتصالی کرد، این سه تا فاز با هم دیگه قطع میکنه، مثلا برای الکتروموتورها میتونه استفاده بشه. خب حالا چهار پول کجاست؟ سه تا فاز به علاوه نول. درسته؟ سه تا فاز به علاوه نول اینجوری میشه، یعنی نول هم میاد از اینجا، این از این، هم از این. ایش میگن چی؟ چهار پول. فاز L1, L2, L3، این هم نول. درست شد دوستان؟ به این شکل گفتیم که این مطالب به خدمتتون ارائه بدیم. کلی مبحث هنوز در مورد کلید مینیاتوری و فیوزا باقی مونده. این فقط یکی از جلساتی بودش که تونستیم توی این فرصت کم با اون نگاه مهربانتون که در خدمت شما بودیم بتونیم این مطالب رو بهتون بگیم، انشالله براتون مفید بوده باشه. حالا در مورد کلید فیوز کلی مطلب داریم، تو جلسات بعدی یکی یکی همش رو بهتون میگم. گفتم اگه همش رو بهتون بگم حوصله‌تون سر میره. خیلی دوستتون دارم، لایک و کامنت هم فراموش نشه. هر سوالی هم داشتید تو قسمت کامنت ها بپرس، انشالله تو فرصت کوتاه بهتون جواب میدم. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید.